العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن في الربا خمسة، آكله ومؤكله، هم ربا گرفتن حرامه، هم ربا دادن حرامه. فقط چیزی که از این حرام، اگر شخص مضطر باشه برای ربا دادن، وقت ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر علیه، از باب اضطرار این ربا دادن اشکال نداره. اما ربا گرفتن که اضطرار نی، اون مطلقا جایز نی. یعنی اینی که قرض میگیره و ربا میده، اگه مضطر در برای این قرض گرفتن، تو حرج میافته، تو ضرر میافته، وقت این ربا دادنه برای این حلاله، اما اونی که میگیره براش حرامه. این چند روز قبل مسئله الحج و عشر و معلومات مطرح شد، من عرض کنم سه ماه یعنی از روز عید فطر که اول شواله اشهر حج شروع میشه و تا آخر ذوالحجه، چون میشه تأخیر انداخت بعضی اعمال را برای آخر ذوالحجه. این که الحج اشهر معلومات از همون اول شوال که عید فطره، شخص اگه میخواد حج افراد یا حج قران کنه، از همون روز میتونه روز عید فطر در میقات نیت حج افراد کنه یا نیت حج قران کنه و محرم بشه. ما همجور باید محرم بمونه تا روز نهم بر عرفات، و حق داره تأخیر بندازه این احرام را تا حدی که میتونه به عرفات برسه. یعنی اگه همون روز عرفات، حالا ها که این وسائل هست، روز عرفه احرام ببنده برای حج افراد در میقات یا حج قران، و خودشو به عرفات برسونه. چون عمره مفرده داره، وقت میتونه بعد حج انجام بده. و اگرم حج تمتع میکنه که عمره تمتعش قبل حج تمتعه، از همون روز اول شوال میتونه نیت عمره تمتع بکنه و احرام ببنده و بره مکه مکرمه، عمره تمتع رو تموم کنه، از احرام در بیاد، بمونه تو مکه تا اینکه نهم احرام ببنده و بره به عرفات، احرام حج تمتع. اینکه اشهر و معلومات مال حج و حج تمتع، حج افراد، حج قران، مال همه ایناست. بله، یه مسئله اینجا هست که محل خلافه، و اون اینه وقتی که اگر زود عمره تمتع انجام داد، تو روایت داره مرتهنون به حجه، یعنی حج افراد و حج قران با عمرش که عمره افراده، این حتی اگه تو دو سال بشه اشکال نداره. اما در تمتع، عمره تمتع اگر الان کرد، نمیتونه بره سال دیگه بیاد حج تمتع کنه، نه، باید بمونه همین امسال حج تمتع را بکنه، انجام بده. و این مرتهنون به حج، وقت آیا جایزه بعد از عمره تمتع اگه میدونه بره بیرون میرسه که برگرد حج تمتع انجام بده؟ اشکال نداره بره بیرون، هر جا بره.
حتی به شهرش به کشورش برگرده. بعضی گفتن نه مرتهن به حجه، یعنی حق نداره از مکه بیرون بره، باید بمونه تو مکه. اگه عمره تمتع تموم شد و هنوز وقت هست، فرض کنید تو اول شوال عمره تمتع انجام داد، کل ماه شوال، کل ماه ذوالقعده تا هشتم و نهم ذوالحجه مجال داره، آیا واجبه بمونه تو مکه عمره تمتع که تموم شد؟ یا اگه میدونه اگه رفت بیرون میتونه برگرده، حج تمتع انجام داره میتونه بره؟ جماعتی گفتن میتونه بره بیرون. در این صورت منم برداشتم همینه، این چون سوالی شده بود توضیحا عرض کردم. چرا نمونه؟ حضرت فرمودن که راجع به بچه ها، نسبت به بچه ها اگه محرم کردن بچه رو، چه پسر چه دختر، این روایت صحیحه داره، معمول بهام هست، که همون احکام بزرگا رو داره، مگه در بعضی جاهای فرقایی داره لدلیل خاص، بل همون احکام رو داره. بله، یا خودش انجام بده اگه بزرگ شد، یا اینکه اگه نمیتونه خودش انجام بده یا ضرر حرج براش، نایب میگیره انجام بده. بله ببخشید. بله این عبارت کجاست؟ خب بعضی فرمودن. بله، نه، نماز سه چیزه غیر از اون استثناهای خاص که داره. یکی قرآن، تو هر جای نماز بخونه اشکال نداره. بله، بعضی جای نماز مکروهه اگر نه موافقت با نماز نداره. یکی هم ذکر، یعنی ذکر خدا یا عز و جل، یعنی سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، اینا هرچی که ذکر خدا باشه. یکی هم دعا، اللهم بگه، یعنی از خدا یه چیزی درخواست کنه. نماز فقط این ستاست، چیز دیگه در نماز جایز نیست. بله یه استثناهایی داره، مثل السلام علیک ایها النبی، این خطاب به غیر خداست، هم خب دلیل داره اینجا، اشکال نداره. نه، اضافات جایز نیست. علا کلن حالا نمیدونم، نه اینکه شما خوندید این روایت نی، این بعضی فقها فرمودن، غالبا هم نمیگن این را، غالبا قبول ندارن این را. قرآن و دعا، دعا یعنی اللهم بگه، حالا پشت سرش هر چی بگه، بگه خدایا، در خدا درخواست کنیم، میشه دعا اسمش، درخواست دنیا کنه، درخواست آخرت کنه. بله، درخواست حرام نکنه، که اگه درخواست حرام کرد جماعتی گفتن اصلا نمازش باطله، یعنی حاجت حرامی داره، تو نماز از خدا درخواست اون حاجت رو میکنه. اما اگه حرام نباشه، حالا اون حاجت یا واجب باشه یا مستحب باشه یا مباح باشه یا مکروه باشه، وقتی که طرفش خداست، با خدای عز و جل داره سخن میگه، میشه اسمش دعا، اشکال نداره. اینم همه قبول ندارن. ببینید
روایت درسته، معمول بهاست، کل امر مطلق حتی یرد فیه نهی. مرحوم شیخ صدوق فرموده از این امر مطلق استفاده کرده از اطلاق این امر مطلق که لازم نیست عربی در نماز. در نماز سوره حمد و قل هو الله واجبه به عربی خونده بشه، تکبیرت الاحرام واجبه به عربی باشه، اما چیزایی که واجب نیست مثل قنوت، آیا اگر عربی بلد نیست جایزه به زبانهای دیگه چه فارسی چه زبانهای دیگه بخونه یا نه؟ شیخ صدوق فرموده جماعتی هم پذیرفتن، منم قبول دارم که اشکال نداره به غیر عربی به دلیل کل امر مطلق، اما جماعتی هم از فقها اشکال کردن، گفتن نه باید همه نماز عربی باشه، اگه بلد نی دعا به عربی بکنه دعا نکنه تو نماز، بعد نماز دعا کنه. روایت اینه کل امر مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی تا نهی نیمده، مثل نهی از صحبت با غیر خدا در نماز نه، یا کل امر مطلق حتی یرد فیه نص، که دو جور نقل شده. بله شکی نیست، ذکر علیین عباده، روایت صلوات الله علیه، فقط ذکر که گفته میشه متبادر ازش ذکر خدای عز و جل، یعنی ذکرهای معهود، اگه این نباشه اشکال نداره، اما ظاهرا متبادر همینه که مشهور فقها هم همینو فرمودن، یعنی نماز خاصه، مثل که رکوع برای غیر خدا جایز نیست، کل امر مطلق نمیگیرتش، حتی در غیر نماز سجود برای غیر خدا جایز نیست، فان الصلاة والركوع والسجود لا تكون الا لك، در دعای بعد از نماز زیارت امام حسین علیه السلام. چون ظاهر یعنی متبادر از کلمه ذکر، ذکر خداست، یعنی اذکار سبحان الله الحمدلله، تو سجودش تو رکوعش بین سجود و رکوع تو وقت ایستادن ذکر خدا بگه، ولو بالخصوص وارد نشده اشکال نداره. این خطاب اگه علی مقصودش خداست، مثل وهو العلی العظیم که تو قرآن هست، چون علی اسم امیر المؤمنین، این اسم مشتق از اسم خدای عز و جل، چون خدا یکی از اسماء حسنای خدا علیه، اسم امیر المؤمنین علیه السلام هم علیه، اگه یا علی میگه با کی داره صحبت میکنه، از کی درخواست میکنه، یا کی قصدشه، اگه خدا باشه که هیچ اشکال نداره، بل اجماع اشکال نداره، اما اگه مقصودش غیر خدا باشه، اونی که تو غیر نماز فضیلته مهمه، هیچ اشکال نداره، اما در خود نماز محل اشکال غالب فقه هاست. نه و خود قرآن فرموده و هو العلی العظیم. بله بله چطور؟ خب اگر مسئله درک موقفین 9 تا مسئله است، من تفصیلش یعنی 1، 2، 3 تا 9 را توی این جامع مناسک الحج و العمره آوردم که اضطراری داره، اختیاری داره، به نتیجه
اگر حتی اضطراری یکی از دو موقف را درک کرد، این درکه. اما اگر هیچی درک نکرد، نه اختیاری، نه اضطراری عرفات، نه اختیاری، نه اضطراری مشعر، اگه عمدن این کارو کرد، حجش باطله، صحیح نیست. یعنی حتی اضطراری عرفات، اضطراری مشعر، هیچ کدوم رو درک نکرد، حجش باطله. ولیکن اما اگه مرد، دلیل خاص است که حجش درسته، اگه اشکال نداره. حتی اگر هیچ اعمال انجام نداده، احرام در میقات بست، اومد وارد حرمم شد، هنوز هیچی نکرده، مرد، این حجش ساقطه، درسته، یعنی گیری نداره. حتی اگر نایبم از کسی باشه، از اون منوبعن حج ساقط میشه. این دلیل خاص داره. نه دیگه، نه. بله. هر چیزی که حقه، بله، میشه در ضمن عقد ازدواج شرط کنه، حالا یا مرد بر خانم یا خانم بر مرد، اشکال نداره. فقط چیزی که حق نیست، حکمه، نه، این نمیشه که ارث مثلا باشه. یعنی عقد ازدواج دائم میکنه، شرط میکنه که اگه طرفش مرد ارث نبره، نه، این نمیشه، چون حکمه. اون چیزایی که حقه، بله، میشه شرط کنه که اینو انجام نده. بله؟ هیچی حج نی، قبل محرم هیچی حج نی، فقط یه روایت داره بعضی، اونم نه همه، بهش عمل کردن که اگر احرام بس و هنوز وارد حرم نشده و مرد، اونم حجش صحیحه. این غالبا نفرمودن، اینا نپذیرفتن. اما اگر هنوز احرام نبسته که هیچی، حج نشده. بله. حکم حقه. نفقه در عقد دائم، در عقد منقطع که نفقه نداره. در عقد دائم نفقه داره، نفقه حقه. چرا نه؟ چیزی که حق باشه قابل اسقاطه. فقط بحث اسقاط ما لم یجب نباید باشه. یعنی اون مقداری که هر وقت واجب شد، از حالا شرط میکنه که این نفقه رو نگیره، اشکال نداره. نفقه، مزاجعه، احکام دیگه، اینا حقوق هستن، یعنی از ادله استفاده شده که این حقه. هر چیزی که حق شد میتونه شرط بکنه که انجام نده. اگه شرط کرد در خود عقد، المؤمنون عند شروطهم، شرط لازم العمله. بله. 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 هم بر مرد طواف نسا واجبه، هم در حج. در حج طواف نسا واجبه، در عمره مفرده هم طواف نسا واجبه. اما در عمره تمتع، که اینا که از راه دور میرن حج، عمره تمتع میکنن، این طواف نسا نداره. بله. در بعضی جزئیات که یکی نماز شب باشه، نافله لیل باشه، از مجموعه از روایات و فتاوای فقها برداشت میشه که وقتی مفصل عرض شد، که در تمام مستحبات تعدد مطلوب هست، هم میشه جلو بندازه، هم میشه عقب بندازه، که اسمش قواه. و
فقط تو روایت داره قضا افضل از جلو انداختن، یعنی نماز شب میخواد بخونه قبل نیمه شب بخونه جایزه، یا اینکه روز قضا کنه نماز شب و تو روایت داره قضا افضله نسبت به نماز شب. اما نسبت به مستحبات دیگه یه وقتی مفصل عرض شد از مجموع ادله و جزئیات مختلف، یک کبرای کلی تو ادله ظاهرا نداریم ما، اما از جزئیات متعدده ده ها جزئیات، نه ده تا و بیست تا، استفاده میشه، یعنی میشه استفاده کرد، که منم قبول کردم که در مستحبات توسعه هست، لذا اشکال نداره. نذر کرده، اگه نذر کرد میشه واجب، دیگه اسمش مستحب نیست. بله، اگه نذر کرده این در محل خلاف بین فقها هست، قاعدش اینه که بگیم بله چون نذر کرد باید قضا بکنه. یک بحث دیگه هست و اون اصالت القضاء یا اصالت عدم القضاء. بعضی گفتن اصل اینه که هر چیزی از واجبات قضا داره مگر اینکه دلیل خاص گفته باشه نه، محل خلافه. بله نه شرطی نداره، با توجه باشه چون اطلاقات روایاتش داره، اشکال نداره، با توجه باشه عیبی نداره. بله نعم اهلا وسهلا. نعم صلاة شنو؟ اي فج رواية أكو شيخ الطوسي رحمه الله نقلها في كتاب المصباح أنه يقول بعد الشهادة الثانية في التشهد يقول وأن عليا نعم الولي، ولا يكرر كلمة أشهده، إذا يعمل بهذه الرواية ما يخالف، وأن عليا نعم الولي بدون كلمة أشهده مشكل. لا مشكل هذا طبق، يعني إذا يعلم ليس هو، أما إذا كان جاهل ويصنع ذلك صلاته صحيحة لقاعدة لا تعاد. بله حاکم شرع هم پایده نداره، به نتیجه حقوق دیگران حق، لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، در باب غیبت داره، نه فقط قتل، تمام حقوق دیگران باید اون راضی بشه ازش. به نتیجه هیچی، استغفار بکنه، تضرع به درگاه الهی کنه که خدای عز و جل به اون صاحب حق انقدر بده تا گریبان یخه اینو نگیره. حالا خدا چی کار میکنه دیگه نمیدونیم، یعنی ما نمیدونیم، دلیلی نداریم که حق ساقط میشه. بیه که بلا اشکال باید بده، وقت اگه ورثه نیستن وارث میشه امام علیه السلام، میشه سهم امام این دیه، اون که بلا اشکال باید انجام بده. نمی
اگه ورثه نیستن بله بله یعنی باید بدی به حاکم شهر سهم امام میشه، چون امام علیه السلام وارث در طبقه شیشمه، ورثه شیش طبقه دارن، طبقه اول والدین و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام و اخوال، و هر کدومی از اینا اگه نبود فرزنداشون، نواهاشون، طبقه چهارم و طبقه پنجم، یکی ضامن جریره، یکی معتق، این اگه هیچ کدوم از این پنج تا نبود نمیشه سهم امام. وقتی که شد سهم امام باید به فقیه جامعه شرط مراجعه کنه، یا به اون بده یا به اذن او به کسی بده. بله 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 جی. چون وارثه امام علیه السلام، وارثه میشه سهم امام. نعم و علیکم السلام. ای لا استحباب، استحباب ای معلوم خب مو واجب. بله حضرت زینب علیه السلام مرحوم اخوی در این کتاب الدعا و زیاره نوشتن که نقل کردن که حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سه تا دختر داشتن که یکیشون از غیر حضرت زهرا علیه السلام، هر سه کنیهشون ام کلثوم بوده و اسمشون زینب. اونجا ایشون نقل کردن از بعضی که زینب کبرا قبرشون در دمشق، کنار دمشق، زینب وسطا قبرشون در مصر، زینب صغرا که از غیر حضرت زهرا علیه السلامه، اون در خود مدینه یه منوره، زمانی که امام حسین علیه السلام در مدینه تشریف داشتن اون از دنیا رفت و اونجا قبرش اونجا تو مدینه است. این ستا ایشون نوشتن به این ترتیب از بعضی نقل کرد. صلى الله على محمد وعليه الطاهر. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأ. العقل أنت معناه، والكون سر وأنت مبدأ. يا قاسم النار والمداد غدا أنت معناه، ومن أنت الولي المناقب، مولاي مليع لها في خلقي أشبه. يا آية الله في العباد ويا سر الله.